به نام خدا بررسی تنش نرمال ناشی از بارگذاری خمشی خب ما تنش نرمال ناشی از بارگذاری محوری رو در درس اول خدمتون عرض کردیم توضیح دادیم به چه شکلی ایجاد میشه یکی از عوامل دیگری که باعث ایجاد تنش نرمال یا توزیع توضیح گسترده نرمال در مقاطع داخلی جسم میشه بارگذاری خمشی یا لنگر خمشی ما اثر لنگر پیچشی یا کوپل پیچشی رو در فصل قبل خدمتون تشریح کردیم در این فصل در مورد اثر بارگذاری خمشی یا لنگر خمشی صحبت میکنیم به صورت کلی من یک تقاضایی که از شما دارم این هستش که حتما و حتما در این فصل شما یک سری از موارد رو از استاتیک دوباره مرور کنید علاوه بر بحث ممان انرسی استاتیک که خدمتون ارز کردیم که به عنوان ممان انرسی سطحی هم میشناسیم نیاز هست شما در مورد پیدا کردن مرکز سطوح مرکب هم مراجعه کنید به درس استاتیک و اونجا هم یه سری یاداوری انجام بشه هرچند تو هر مسئله اگر نیاز بود من خدمتتون دوباره عرض خواهم کرد اما اهم مطالبی که خدمت ها عرض می کنیم بررسی تغییر شکل در عضو متقارن تحت بارگذاری خمشی یا تحت عنوان خمش خالص ببینید ما سه تیپ مسئله رو به صورت کلی در این درس دنبال می یکی اینکه جسم یا سطح اصطلاح صحیح ترش سطح مختمون داره صفحه تقارن حداقل صفحه تقارن داره حالت اول بس حالتی که سطح مختت متقارن هستش حالت دوم حالتی که سطح مقطع متقارن نیست خب بس دو حالت کلی شد حالت اول که سطح مقطع متقارن شد خودش دو حالت داره یک بارگذاری در صفحه تقارن باشه یعنی کوپل خمشی عمود بر صفحه تقارن وارد بشه اون ساده ترین حالت ممکنه اتفاق میفته که در قسمت اول بررسی کنه بیشتر مسائل موقعات مسائل از این تیپ هستن دو حالتی که بارگذاری در صفحه تقارن ایجاد نمیشه اعمال نمیشه یعنی کوپل خمشی عملا در صفحه تقارن اعمال نمیشه یک زاویه یک جهت مشخصی نسبت به صفحه تقارن داره که اونجا نیاز هستش ما تجزیه بکنیم ها رو در دو راستا و اثر هر کدوم رو جداگونه ببینیم که این هم باز تو قسمت آتی خدمتون ارز میشه و حالت سه حالتیه که کلا مسئله حالتی رو بررسی میکنه که سطح مقطع متقاره نیست که عملا جزء مسائل به مراتب پیچیده تر هستش کلا مسئله خمش هم مثل مسئله پیچش یک مسئله سنگین به لازه تحلیل تئوری هستش که انشالله در درس تئوری الاستیسیته این نکات خدمتون عرض خواهد شد مورد بعدی بحث تعیین تنش و تغییر شکل الاسیک هستش ما در محدوده الاسیک اول بررسی کنیم بعد محدوده حد تسلیم و در نهایت حالت الاسیک پلاستیک کامل عین مواردی که در درس قبل خدمتتون ارائه شد بخش بعدی اختصاص ها به خمش عضوهای که از مواد مختلف ساخته شدن مخصوصا تو کامپوزیت ها این مسئله قابل بیان هستش همانند فصول گذشته بحث تمرکز تنش تنش های پسمان و تغییر شکل پلاستیک رو ما در بارگذاری خمشی نیز عینا داریم بررسی رفتار الاستیک، پلاستیک یا الاستوپلاستیک رو دوباره در خمش خالص بررسی میکنیم تحلیل تحلیل بارگذاری محوری خارج از مرکز رو در صفحه تقارن و حالت کلی اون بررسی میکنه این هم باز یک از حالتهایی هستش که سطح مقطع دوباره متقارن هستش و در مباحث پایانی ما بررسی روابط خمش نامتقارن رو داریم یعنی وقتی که سطح مقطع متقارن نیست این از اون مسائلیه که به مراتب تحلیلش سختتر هستش یه سری روابط پیچیده داره که ما سعی کردیم در حد لازم یکی دو تا مثال از این حل کنیم هرچند که باز عرض میکنم بیشتر مسائل از تیپ یک یعنی مدت همگن هستش سطح مقطت حتما یه صفحه تقارن داره بارگذاری خمشی یا کوپل خمشی در صفحه تقارن اعمال میشه اما خب مثال های غیر از این حالت دوسه هم داریم که به اون هم خواهیم رسید و در نهایت پایان بخش این درس به لحاظ آموزشی بحث تحلیل خمش در عضوهایی که به صورت دیفالت خمیدن مثلا شما قلاب جرثقیل رو اگه در نظر بگیری تو بحث طراحی اجزا از ذره تنشای بندین خواهید دید که خب این یه خمش اولیه شوهای خمش اولیه داره و تحلیل اینها به مرتبه باز پیچیده تر هستش و یک سری روابط تئوری و حالا تا حد عددی استخراج شده رو ما از تئوری الاستیسیته اینجا تو کتاب معمولا آورده که ما اون رو هم در قالب یه سری مثال خدمتون عرض خواهیم کرد یک زیر فصلی اضافه شده به عنوان استفاده توابع تکین خب این طبیعتا تو مقاد مسائل بیرچانس چانس تو یه فصل جداگونه صحبت کرده اما به لحاظ اهمیت موضوع ما برای اینکه بخوایم در یک زمان فشرده تری اهم مطالب رو خدمتتون عرض کنیم اینو به عنوان یه زیرفصل بیان کردیم که البته بی ارتباط با مطالب این درس نیست که در مورد اون هم یکی دو تا مثال حل می‌کنیم و توضیحاتی ارائه خواهد شد همینطور بحث تحلیل تیرهای غیر منشوری از نظر بارگذاری خمشی که این هم باز یه مسئله طراحی و انتخاب سطح مخته مسئله های خوبی داره که اون رو هم خدمتون عرض میکنم و در نهایت مسئله آموزشی و تکمیلی رو خواهیم داشت عین دروس گذشته من قبل از اینکه وارد بحث اصلا مقاط مسئله بشم یه یادآوری کوتاه از درس استاتیک تو بحث دیاگرام های نیروی برشی و گشتاور خمیشی و ارتباط اون با توابع بارگذاری به صورت تابع بار گسترده داشته باشم که در قالب یه سری تصاویر گویا خدمتتون عرض میکنم اگه از استاتیک به خاطر داشته باشید اگه اون یک تیری داشته باشیم تحت یک سری تکیه‌گاه و بارگذاری‌های گسترده داشته باشیم شیب نمودار نیروی برشی نسبت به محور x در هر لحظه منفی شیب اون میشه مقدار یا شدت بار گسترده در اون نقطه مثلا در این نقطه شیب صفر دیگه پس طبیعیه که اینجا بار گسترده صفره یا در این نقطه مثلا شیبش دویلیو دیه منفی دویلیو دیه البته یه منها داره که اون هم به خاطر مسائل و روابط حاکم استاتیک و جهت پایینی که ما برای این در نظر گرفتیم منها به خاطر اون اومده پس به صورت کلی ارز میکنم شیبه نمودار نیروی برشی نسبت به محور ایکس یا محور طولی تیر مساوی است با منفی مقدار یا شدت بار گسترده حالا این مقداری بررسی کرده که داخل قدر مطلق قرار داده و همین صورت اگه من دیاگرام لنگر خمشی این دیاگرام خیلی مهمه نسبت به محور گذرا از امتداد تیر در نظر بگیرم شیب اون در هر لحظه نشانگر مقدار نیروی برشیه ببینید الان نیروی برشی در این نقطه صفره پس اینجا شیبش صفر حالت اکسترموم براتون ایفا میکنه پس این رو هم در نظر داشته باشید نیروی برشی مساویس با شیب نمودار گشتاور خمشی نسبت به محور گذرا از طول این هم یاداوری از نکات استاتیک بود که خدمتون عرض شد حالا ما این رو از منظر دیفرانسیلی و مشتق دیدیم حالا از منظر انتگرالی هم میتونیم برعکسش رو ببینیم یعنی به صورت کلی انتگرال یا سطح زیر نمودار WX به این سطح آبی که اگه من بخوام مساحت این رو حساب کنم در یک بازه مثلا بین مقطع سی تا دی مساویس با وی سی منهای وی دی اختلاف این هاست یا دلتای وی پس این رو در نظر داشته باشین سطح زیر نمودار بار گسترده سطح محصولش با تیر و اینگر تغییرات نیروی برشی در دو مقطع هستش یا اختلاف نیروی برشی در دو مقطع هستش و حالا حالت دیگر اینه که اگر من بخوام سطح زیر نمودار نیروی برشی رو بین دو مقطع سی تا دی به صورت یه انتگرال حساب کنم یعنی انتگرال وی دی داشته باشه این تغییرات گشتاور خمیشی رو در این دو مقطع نشون میده یعنی اختلاف گشتاور خمیشی بین مقطع دی و مقطع سی دقیقا برابر است با انتگرال این تابه تابه نیروی برشی بین مقطع سی و مقطع دی این هم باز یادآوری از درس استاتیک اما درس مقاومت مسائل شما یه تیر منشوری در نظر بگیرید خب اول از همه باز ارز می کنم، تکرار می کنم خیلی مهمه خیلی خیلی حواستون جمع باشه که ما اولا مخدمون متقارن هستش دوما جنس متریال اون همگن هستش ببینید ما در مورد جنس مواد تو مواد مسئله مقدماتی معمولا بنا رو برای می که ماده همگنه یعنی ایزوتروپ هستش و همگن یعنی چی اگه ماده همگن نباشه تمامی موارد و روابطی که ما برای مقاومت مصالح مقدماتی صحبت میکنیم فقط میشن یک حالت خاص مثلا ما مواد ارتوتروپ داریم که در محورهای متعامد خواستشون فرق میکنه مواد کامپوزیت داریم که کلا توابع مدول یانگ و نسبت پواسون همطور که در درس دوم خدمت رو ارز کردیم در های مختلف متفاوت و نقش الیاف و رزین دقیقا همین هستش که در یک جهت ما بخوایم یه استحکام زیادتری رو نسبت به جهات دیگه داشته باشیم در این حال بدونی که بخوایم متریال زیادی استفاده کنیم یعنی مزیت کامپوزیت ها نسبت استکم به وزن بالاشون بود و در موادی مثل مثلا اف که الان خیلی داره استفاده میشه تو کشورهای صنعتی مواد هوشمند اصطلاحا که بهشون میگن که خواصشون به صورت یک تابعی از مختصات خود جسم هستش ما با اونها فعلا کار نداریم چرا تو مقدمه مطالعه اونها اینه که ما اول این موارد ساده حالات ساده رو در نظر بگیریم پس فعلا باز عرض میکنم سطح مقطعی که من الان دارم اینجا ملازم میفرم به صورت زوزنقه هستش یک صفحه تقارن داره که به این شکل نشون داده شده کوپل خمشی در صفحه تقارن داره وارد میشه ملاحظه بردار رنج دقیقا عمود بر صفحه تقارن پس این فرضیات اول مثلا یه حالت ساده مسئله. حالت الاسیک رو بررسی میکنیم در گام اول در گام دوم حالت حد الاسیک یعنی شروع تسلیم و پلاستیسیته شدن رو بررسی میکنی و حالا سوم حالت الاسیک پلاستیک ایدال یا کامل رو بررسی میکنیم حالت های دیگر رو هم انشالله در ادامه خدمتون عرض خواهم کرد خب الان ما یه تیر متقارن داریم کوپل خمشی در صفحه تقارن وارد شد خب بدیهیه که من از استاتیک بدونم یه همچین ریاکشن هایی در این مقطع ایجاد میشه هم نیروی برشی هم تنش برشی هم تنش نرمال که اینها به صورت اگه من بخوام به صورت نیرو بنویسم دی اف مساوی سیگما ی ایکس دی ای نیروی برشی دی ای وی هم یه زد مساوی تاو ایکس زد دی ای وی وای نیروی برشی در جهت وای مساوی با تاو ایکس ای دی خب اینجا که تا الان استاتیک. گفتم هر مقطع رو برش بزنم این واکنش ها رو خواهم داشت حالا به لازم استاتیک قبول دارید که سیگما اف ایکس بود بشه صفر خب بدیهی ما تنها نیرویی که در راستای ایکس داریم همین انتگرال سیگما ایکس دی ای, هستش پس در خمش خالص سیگما ایکس دی ای صفر اگه من میخوام هول محور وای گشت آور سیگما ام وای مساوی صفر تنها نیرویی که حول محور وای گشت آور ایجاد میکنه فقط سیگما ایکس دی ای چون اینها ترم های داخل صفحه و برشیان که عملا گشت آور محور هم. اوهوری از داخل صفحه ایجاد نمیکنن پس تنها نیرو سیگما ایکس دی ای که بازوی گشتاورش حول محور وای میشه زد برای زد سیگما ایکس دی ای به صورت انتگرالی میشه صفر به همین صورت حول محور زد مجموع گشتاور صفر میشه تنها نیرویی که گشتاور ایجاد بکنه سیگما ایکس دی ای که میشه منفی ایگرک سیگما ایکس دی ای مساوی ام یا به من منهای ام مساوی صفر چون ما در راستای زد به لحاظ بارگذاری گشتاور داریم باید برای این را صفر باشه که این به سمت راست تساوی مثبت ما با این ترم کار داریم پس من اگه من فی وای رو در سیگما x ضرب کنم و در سر تا سر ست انتگرال بگیرم این انتگرال معادلش برایند همین کوپل خمشی خواهد خب تا اینجا مسئله روشن شد اصلا دنبال چی هستیم؟ حالا شما فرض کنه یه تیری داریم تحت گشتاور خمشی اینطوری خم شده خب طبیعتا یک زاویه تتایی ایجاد میشه یه مرکز خمشی تحت عنوان سی خواهم داشت یه شعای خمشی در صفحه خمش خواهم داشت ببینید صفحه خمش هم ایکس ایگرگ رو در صفحه x ایگرگ بار ایجاد میشه این سطح مختار لازمی ملازمی فرم من در مورد این اعداد هم یه توضیح بدم ببینید ما اینجا یک سطح خونسا یا به اصطلاح یک صفحه خونسا یا محور خونسا یا تار خونسا همشون صحیحه در سر تا سر این مقطع یا تیر داریم خاصیت این تار خونسایی چیه؟ اینی که هیچ گونه تغییر شکل، کرنش و تنش نخواهد داشت. یعنی جایی در سطح مخته وجود داره، صفحه یا محوری وجود داره که درش هم کرنش هم تنش صفره. اون سطح میشه سطح خونسایی یا تار خونسا. که ما یکی از موارد و وجه های تمایز مسائل مختلف برای تحلیل خمش همین قرارگیری سطح خونسا هستش یا تار خونسا هستش. حالا ما برای اختصار میگیم تار خونسا. این تعیین کننده خیلی از موارد و روابطه چون انگار مبدع تنی سفرمون اونجاست و ما توضیح تنش رو نسبت به نقطه ای که تنش سفر هستش می سنج. فواصلی رو اینجا مشخص کرده تحت عنوان ایگریک و سی که حالا خدمتون عرض خواهم کرد که ایگریک فاصله ارزی هر نقطه یا هر قسمت از مختر نسبت به تار خونسا این همیشه حواستون باشه که تار خونسا شاه کلید فهم خیلی از مسائل بسید خمش خالص هستش یا تنش بندینگ هستش بس دقت کنید یه نکته ایرم دوباره عرض کنم اونم اینه که در حالتی که سطح مقطد دارای صفحه تقارن باشه بارگذاری خمشی دقیقا در صفحه تقارن عمود بر اون رنچ کوپل خمشی اعمال شده و مدت همگن هستش تار خونسا دقیقا از مرکز سطح هندسی مقطد میگذره این واسه همین بود که عرض کردم حتما و حتما برین دنبال مرکز سطح هندسی اما مسئله به چه شکله من توضیح بدم اول که محور خونسا از مرکز سطح مقطع جسم همگن میگذره خب این که صحبت کردیم گفتیم فقط جسم همگن متقارن کوپل خمشی یا بارگذاری هم به صورت متقارن باشه یعنی عمود بر صفحه یا به عبارت کوپل خمشی داخل صفحه تقارن اعمال بشه قسمت دومی گفته در محور خونسا یا صفحه خونسا گفتیم هم تنش صفر هم کرنش صفر پس این دو تا نکته رو حتما و حتما به خاطر بسپار. اما بحث کمی سازی این مقادیر من حالا تابع توضیح تنش رو در حالتی که لود کاندیشن هم گشتاور خمشی هسته چطور حساب کنم ببینید اول از همه این تابع به صورت خطیه به صورت مسلسی از یه مقدار ماکسیموم در دو انتها یعنی روی سطوح تا مقدار صفر در سطح خونسا تغییر میکنه علامتش از کشش به فشار تغییر میکنه تو کشش گفتیم علامت تنش مثبت. تو فشار علامت تنش منفیه این رفتار توزیه تنش برشی ناشی از کوپل پیچشی که روی سطوح خارجی شفت معمولا ماکسیموم بود اینجا هم همینطوره روی سطوح خارجی که بیشترین فاصله رو دارن جایی که بیشترین فاصله رو داره همیشه بیشترین دفورمگی بیشترین تنش بیشترین ریاکشن داخلی رو خواهد داشت پس این رو هم در نظر داشته باشید توزیه تنش از منفی ایرکسیوم سیگما ام یک حالت مثلثیه که تابع این معادله این خط از این رابطه به دست میاد هر جا سی همطور که ملاحظه می‌کنید چون کشش حاکمه انتظار داریم تنش مثبت باشه این علامت منفی به خاطر اون اومده خود تنش ماکسیموم چطور به دست میاد ام سی آیوم حالا من فقط یه معرفی رابطه است در مورد چگونگی استخراج رابطه هم صحبت خواهیم کرد ببینید من برای که باز تفهیم بهتری بشه شکل دیگری هم اینجا خدمتتون نشون دادم ببینید یه همچین مقطعی در نظر بگیرید یک صفحه تقارن داره مرکز سطح هندسی این شکل تی شکل که شکل مرکب هستش دقیقا همون محلی که تار از اون میگزاره. توزیع تنش ملاحظه میفرمایید حالت کشش حالت فشار این رو میتونید به لازم جهت کوپل خمشی هم خودتون استنباط کنید که کوپل خمشی باز بشه این قسمت کشیده بشه و این قسمت فشرده بشه موقع خم این رو میتونید تو ذهنتون هم تصور کنید خیلی هم راحته یه رابطه خیلی مهم اینه که گشتاور خمشی مساویس ای آی تقسیم بر رو رو چی بود؟ شوهای انهنای بعد از خمش بود یعنی فرض بکنید تیر ما در ابتدای کار صاف و مستقیم هستش و بعد از اون تحت اعمال کوپل خمشی M داره شوهای رو شده شوهای انهنای رو شده که اگر من معکوس شوهای انهنا رو اسمش رو کاپا بذارم یا میزان انهنا بذارم خواهید دید که M مساوی ای آی کاپا این معادله انحنا و گشتاور خمشی هستش ای که مدول یانگ مخته یا جسم در مورد آی علمان بیشتر صحبت بکنم آی مونرسی سطحیه یعنی چی مونرسی سطحی همونی که تو استاتیک خوندیم مثلا آی ایگرگ مساوی بود انتگرال ایکس و دی ای و الاخر هم آی ایکس ایگرگ داشتیم هم آی ایکس ایکس داشتیم اول از همه من انتظار دارم که یک سری از این مونه های انرسی رو برای مقاطع معروف حفظ باشید حداقل برای موارد تستی سانیان که اگر فرصت کردید حتما حتما به پیوست کتاب بیرجانسون جانسون و کتاب های دیگه که معرفی شده رجوع کنید یه سری از ممانهای های انرسی اجسام پرکاربرد برده سنتی توش آورده شده اگر هم احساس میکنید تو مفهومش مشکل دارید حتما رجوع کنید به درس احساسی اما یه نکتهی وجود داره و یه نکته خیلی مهمی هم وجود داره اونم اینه که ببینید من گشتاور خمشی که اعمال کردم طبیعتا یک بردار هست یک کوپل یک رنچ بردار گشتاور همیشه خب طبیعتا جهت داره اگر ملاحظه بفرمایید من بردار Z رو عمود بر صفحه XY تو این شکل نظر بگیرم بعد اینکه بردار ام در راستای مثبت Z هستش اگر دقت کنید در راستای مثبت Z هستش خب این یعنی چی یعنی که شما تو این رابطه یا تو این رابطه یا تو این رابطه هیچ فرقی تو این رابطه که رابطه،, رابطه،, رابطه کلی فرمول تنش الاستیک برای مقطع همگن هستش وقتی که صفحه تقارن داره خب یه ام ملازمی فرمایید یه آی وای خب من اینها رو چجوری تفکیک کنم چجوری برای خودم تفهیم کنم نکتهش این هستش که ببینید ام در هر جهتی وارد شد در هر راستایی وارد شد شما باید ممان انرسی سطح رو حول همون محور بگیرید ببینید اینجا اگر ام حول محور زد وارد شده این آی آی زد خواهد بود آی زد این مخته خواهد بود ایگرگ چی میشه؟ ایگرگ میشه فاصله عمودی اون صفحه ببینید ام در راستای زد داره اثر میکنه صفحه از زد و وای تشکیل شده ام میشه فاصله راستایی بوده دیگر مثلا فرض کنم گشتاور خمیشی در راستای زد وارد میشه بود دیگر هم راستای وای خواهد بود چون در صفحه ایرک زد سطح مقدا وجود داره آیم نسبت به چه محوری حساب بشه نسبت به محوری که در جهت گشتاور هستش یا به عبارت گشتاور در اون راستا اعمال میشه پس این رو در نظر داشته باشید فرمول کلی تنش به این صورت منفی ام وای آی منفی هم به خاطر سازگاری با این جهته چون مثلا اگه من جهت مثبت رو بالا بگیرم جهت مثبت ایگر رو بالا بگیرم منفی ایجاد میشه اگه جهت مثبت پایین بگیرم دیگه نیاز نیست چون به صورت دیفال ملازم میفرمایید این به خاطر این منفی مثبت فقط به خاطر کششی و فشاری بودن هر جا تنشتون منفیه یا به عبارتی دیگه هر جا تنشتون فشاریه و سنس فیزیکیتون ایجاب میکنه که تنش فشاری باشه حتما حتما تنشتون باید منفی باشه و هر جا تنش کششی داشتید حتما تنشتون مثبته پس این فرمول کلی رو به خاطر بسپارید این رو باز به شکلهای دیگری هم یا نشون دادیم توضیح تنش باز حالت مسلسی خطیه که در سر تا سر مقطع جسم گسترده میشه دقت کنید در سر تا سر جسم گسترده میشه برای چه مقاطع دایروی چه مقاطع مثلثی مستطیلی نمیدونم زوز هر کدوم که صفحه تقارن داشته باشن در این شرط ست میکنن هم که مشخصه معمولا واحد مون ان سی سطحی مثل جی از بعد طول به توان چهار گشتاورم که از بعد نیرو زد در متر خب مختصه ایریم که از بعد طوله تنش هم که خب طبیعتا میدونید پاسکال میگه پاسکال اینها باز دوباره به شکل دیگر این قضیه نشون داده شده اگر گشتاور مثبت باشه یعنی طبق جهد قراردادی استاتیکی باشه تارهای بالایی فشرده میشن بالای تار خونسا و قسمت های پایینی متریال در پایین سطح خونسا کشیده میشه ملازمی میفرمد فشار کشش دوباره اگر جهت مومن خمشی برعکس بشه سنس فیزیکی میگه قسمت های بالای تار خونسا بایسی کشیده بشه و قسمت های پایینی باید فشرده بشه پس تنش ماکسیموم در جای اتفاق میفته که اون ایگرگ یا فاصله تار خونسا ماکسیموم باشه الزامن هم ماکسیموم فشاری با ماکسیموم کششی یکسان نیست بستگی داره تار در کجا اعمال بشه اگه تار خونسا وسط هندسی جسم باشه چون دوتا فاصله دو لبه بالا و پایین یعنی در حالت کشش و فشاری یکسانه این سیگمای ماکس کشش و فشار یکسانه اما در حالت کلی ما یکسان نیست که سیگما ام هست ام سی آیوم که سیگما ایکس هم صحبت کردن منفی ایگرگ سی ماکس یک پارامتری به عنوان اسم معرفی شده که اسمش میذاره مدول مقطع الاستیک یا مدول الاستیک به عبارتی با مدول یانگ اشتباه نکنید که نسبت آی هر مقطع نسبت به سی اون در مورد آی سی هم که صحبت کردیم نسبت به جهت محور خمیشی با سنجیده بشه این اسم برای یه سری از مقاطع معروف خصوصا کاربورت های عمرانی انواع یو چنل ها پروفیل ها نافدونی ها نبشی ها در پیوست های کتاب بعضا تو یه از این سررسید ها،, ها قطعا دیدید به صورت آماده اومده همینطور آیه X آیه Y و یه سری از مختصات دیگه که حالا ما تو فصل تیرهان به اون اشاره خواهیم کرد نتیجه که از این میگیرم سی آیو میشه دقیقا یک اسم دیگه طبق این رابطه بس نتیجه میگیرم سیگما ماکس هم هست این تقسیم بر اس اس مقطع مستطیلی وقتی که در راستای اگه بی قادش باشه ارتفاع سطح مقطع من اچ باشه و گشتاور خمشی من در راستای بی یا در راسته ارز مخت وارد بشه میشه یک دوازا بی 3 تقسیم بر اچ دوم که سی من اچ دومه. آی منم هست یک دوازا بی 3 از استاتیک به خاطر میاریم. از این نتیجه‌ها اس هم میشه یک ششم بی اچ 2 یا یک ششم ای ضرب در اچ. پس کنید این برای یه مقطع مستطیلی به ارتفاع اچ، عرض بی زمانی که گشتاور همیشه در راسته ارج یا در راستای بی داره وارد میشه. اس دیزاین همیشه هست ام, ام ماکس به سیگمای مجاز ام ماکس رو که خب مقطع تیر تعیین میکنیم از روش های استاتیک تنش مجاز بر اساس خواص مواد یعنی تنش تسلیم تقسیم بر ضریب اطمینان طراحی به دست میاد این میشه اس دیزاین ما اسی -E رو باید تعریف کنیم یا سطح مقطع رو یا با طراحی بکنیم که اس -E اون از اس دیزاین همیشه بزرگتر مساوی باشه کوچیکتر باشه قطع طبق اون ضریب اطمینان فعیل میشه ولی اگر بزرگتر باشه حاشیه امنیت داره حاشیه اطمینان براش در نظر گرفتیم برای یه سری از مقاطع مشخص و معروف من این اس رو دوباره یادآوری کردم که به چه شکل پیشنهاد بنده اینه که حتما حداقل این دوتا مورد سمت چپ یعنی مقطع دایره توپور و مقطع مستطیلی رو حتما حفظ باشید و خیلی هم راحته نکته خاصی هم به نظرم نداره یه بحث دیگری هم هست به نام شاع انحنا که ما صحبت کردیم گفتیم شاع انحنا همیشه مساوی با کرنش تقسیم بر C یک روم مساوی اپسیلون ام تقسیم بر C که این هم از قانون یانگ ما میتونیم نتیجه بگیریم که اپسیلون ام مساوی سیگما ام تقسیم بر مدول الاستیسیته و اگه این رو من جایگذاری کنم در نهایت یک رو مساوی ام تقسیم بر ای آ. این فقط در مرحله الاستیک یا در محدوده الاستیک ست میکنه ولی این رابطه رابطه کلی هستش رابطه هندسی هستش و یا حالتی که وقتی یه انحنای اولیه مثل رو وجود داره و پس از کوپل خمیشی ام شواش به رو برسه این رابطه برقرار یک رو منهای یک رو صفر مساوی ام ای -E آ یعنی شما میتونید شای انحنا رو پس از اعمال کوپل خمشی بر اساس شای اولیه و میزان کوپل خمشی و مدول یانگ و مومان ارسی سطحی حتما تعیین بکنید یه نکته ای هم وجود داره این که ما عرض کردیم در صفحه xy خمش اتفاق میفته و رو در صفحه تعریف میشه یک شعاع خمش داریم که به صورت جانبی ایجاد میشه اگر از فصل دوم به خاطر بیارید خاطرتون بود که ما اونجا عرض کردیم اگر من تنش رو مثلا در راستای X وارد کنم علاوه بر اینکه کرنش در راستای X خم خواهم داشت در راستای Y و زد هم که تنش ندارم کرنش خواهم داشت به خاطر نسبت پواسون متریال بود که این تغییر شکل جانبی ایجاد میشد این نوع تغییر شکل در قالب شعاع خم هم به واسطه نسبت پواسون در قسمت های و در محورها و سطوح جانبی هم میشه ببینید شما این سطوح رو در نظر بگیرید یک صفحه تار خونساس. اگر اگه من شعاع رو در این راسته در نظر بگیرم یا یعنی در راستای طول تیر در نظر بگیرم طبیعتا میشه روی که از پیش میشناختیم رابطش هم مشخص بود ولی اگر من بخوام انحنای این زل از صفحه تاریخ خنسا رو در نظر بگیرم میشه روپری که طبیعتا یک مرکز انحنای دیگری خواهد داشت ببینید پس من دو تا مرکز انحنا خواهم داشت یکی مرکز انحنای طول صفحه خنسا یکی مرکز انحنای عرض صفحه خنسا پس این دوتا رو در نظر داشته باشید به این میگه شای آنتیکلاستیک کلاستیک که اگر از معادلات هوک من بخوام اینها رو بازنویسی بکنم خاطرتون بود دیگه اپسیلون وای هست منفیه نیو اپسیلون ایکس نیو همون نسبت پواسونه دقت کنید یه بارگذاری که تنشی اینطوری دارین که فقط تنش سیگما ایکس دارین بقیه تنش ها صفره ولی کرنش های جانبی دارید نسبت پواسون خاطرتون بود که مثلا منفی اپسیلون وای به اپسیلون ایکس یا منفی اپسیلون زد به اپسیلون ایکس اینجا بر اساس همون من جایگذاری میکنم به جای اپسیلون ایکس می نویسم تقسیم بر رو منفی ایگرگ تقسیم رو بود ای خاطرتون باشه و به همین صورت من فی ایرک تقسیم بر رو برای اپسیلون ایکس من جا میکنم و در نهایت یک شای انحنای جدیدی من به دست خواهم آورد به عنوان رو پریم که هست رو تقسیم بر نیو اگر اپسیلون وای رو بنیسم ایرک تقسیم بر رو پریم به همین نتیجه خواهم رسید رو پریم هست رو تقسیم بر نیو که شای آنتی بس دقت کنید انحنای آنتی عکس شای انحنا هستش میشه نیو تقسیم بر رو اما تعلیق خمیشه عضوهایی که از مواد مختلف ساخته شدن یعنی مواد مرکب اولا که من یه حالا بحث مقدماتی تر بگم ما وقتی چند تا جنس مختلف رو کنار هم چیدمان میکنیم در قالب یه جنس یه پارچه به عنوان مثلا یه تیر میشناسیم حالا تیر کامپوزیتی یا تیر ترکیبی یا چند جنسی همشون درسته و این رو تحت کوپل خمشه قرار میدیم اولا که گفتیم خواص هر کدوم متفاوته پس مدل که این قسمت با این قسمت متفاوته طبیعتا دو این که هر چی ماده صفتر رو چقرمگه بیشتری داشته باشه طبیعتا مدل هم بیشتر این هم که بدیهیه نکته اصلی اینه که توزیع تغییر شکل در این دو تا ماده پیوسته هستش یعنی چی یعنی این ماده نسبت به این ماده هیچ وقت نمیتونه جدایش داشته باشه یا بلغزه چون اصل سازگاری و تغییر شکل های سازگار با تعریف تانسور کرنش اینجا نقص میشه و تو بحث الاستیسیته خواهید دید ما یه معادلات سازگاری شرط مرزی سازگاری خواهیم داشت که اصلا از همین اصل رو سهه گذاری میکنه پس اولین نکته این که در خمش مقاطع مرکب اولا که مقاطع پس از خمش به صورت صفحه‌ای باقی میمونن طبق همون فرض اولیه هنوز اون فرض اعوجاج رو نداریم دو نکته دو و نکته بسیار مهم اینه که مرکز خونسای یک سطح مرکب الزامن مرکز سطح این دوتا نیست مرکز سطح مرکب و از استاتیک به دست میارید ولی مرکز تار خونسا یا محل عبور تار خونسا الزامن بر اون منطبق نیست اون فقط برای جسم همگن بود باز تکرار میکنم فقط برای جنس همگن بود سه نکته ای که من عرض کردم توضیح کرنش یا تغییر شکل پیوست است میبینید اصلا هیچ پله یا ناپیوستگی وجود نداره ولی برای تنش اینطور نیست خب کرنش هم که میدونید من ایگر تقسیم رو بود طبق صحبت که کردیم برای هر قسمت من ایگر تقسیم رو بود حالا من چطور اینو بخوام تحلیل کنم قبل از اینکه بخوام وارد بست تحلیلش بشم من یک صحبت کوتاهی در مورد تنش هم بکنم ببینید کرنش پیوسته اما توضیح تنش پیوسته نیست یعنی در محل دو تا جس دقیقا محل اتصال دوتا تا این اگه تار خونسا باشه یعنی محل کرنه صفر و تنه صفر ولی ملازم میفهمیم اینجا پله شد یعنی وارد جنس دوم شدین توضیح تنش اصلا کلا تغییر کرد یه پله خورد یه بریک خورد یه شکستگی داشتیم بعد توضیح تنش ناپیوسته است اما چطور من خواه مواد مرکب رو تحلیل کنم اول از همه بهتری راه این هستش که شما بیاین تمام مواد رو همگنسازی کنیم یعنی ما به نسبت مدول یانگ که فرض کن یک به ای دو رو تعیین کنم اسمش رو بذارم ان فرض کن دو تا جنس داریم ای یک ای دو مدول یانگ های ای و ای دو خب نسبت اینها میشه ای به ای دو این نسبت رو ان بذارم اون بودی که موازی با محور خمش یا به ستار خونسا هستش رو از جنس اول اگه صورت کس قرار میگیره اونی که صورت کس قرار میگیره فرق نمیکنه اون بود رو ان برابرش کنم همش رو ترکیب کنم تحت عنوان ماده دوم بعد این رو بیام با ماده دوم انگار یه جسم همگن و یک جنس دارم عین روش قبلی تحلیلش بکنم تنشی که به دست میارم برای ماده دوم صادق همونه ولی برای ماده اول n برابر باید بشه اون مقدار تنش پس این یکی از راه هایی که ما معمولا از این استفاده میکنیم تحلیل تئوریکی که اینجا نوشتیم فقط صرفا یه سری فرمول ها هست چرت یاداوری و نکته خاصی نداره و این هم دقیقاً همون معادله تار خونص هستش که صحبت کردیم و منظور از ایای مرکب هم ای یک آی یک بزافه ای دو آی دو هستش که اینجا صرفا تو فرمول استفاده شده این رابطه رابطه کلیه ولی ما بیشتر از این استفاده میکنیم روش همگن کردن خب الان مثلا شما در نظر بگیرید یه جسم ای یک داریم جسم دو داریم طبیعتا یه ای یک داریم یه ای دو داریم که اگر نسبت ای یک به ای دو ان باشه معمولا اونی که بزرگتره و اونی که کوچیکتر تقسیم میکنیم این بودی موازیه با تار خونسا یا محور گشتاور خمشی هستش N برابر میشه ببینید B بود شده NB. B با چه متریالی با متریال دوم حالا این همگین شده با متریال دوم شما این روش های قبلی این رو به دست میاریم ای e و آی و نمیدونم ام و این رو تعیین میکنی از اون رابطه تنشش رو تعیین میکنی مقدار تنش میشه تنشی که در جسم دو ایجاد میشه ولی اگر ضرب در n بشه میشه میزان تنشی که در جسم یک ایجاد میشه پس این رو تحت این روابط به خاطر بسپارید که اینها دقیقا همون نکاتی بود که بنده عرض کردم خدمت اما بحث تمرکز تنش و تنش های پسمان تمرکز تش باز عرض میکنم یادآوری میکنم جاهای اتفاق میفته که تغییر سطح مقطع ناگهانی داریم مثل این سطح مقطع تغییر کرده یا این. ما در بارگذاری محوری صحبت کردیم در بارگذاری کوپل پیچشی صحبت کردیم حالا در بارگذاری کوپل خمشی هم این رو صحبت میکنیم که یک ذریب کا توزیع جریان ترش رو به شدت زیادتر میکنه با یه ذرایبی میبینید از یک تا سه برابر میکنه میزان تنش رو خب کافی شما با توجه به مختصه های هندسی که در شک مشخص شده این نسبت دی بزرگ به دی کوچک رو تعیین کنیم و سه و نسبت آر دی رو تعیین کنیم نیم. میزان تمرکز تنش رو در این ماده دو پنج دهم ده یا نیم به دست بیارید و از این نمودار رو به راحتی استفاده کنید این ضریب رو تحت عنوان کا میشناسیم ضریب تمرکز تنشه که اگه ضبط در مقادیر انوای آیون بشه به راحتی تنش رو در هر نقطه ای که مد نظر هستش میتونه تعیین کنه فقط یه نکته ای رو من خدمت رو ارز کنم شادم یادآوری اونم اینه که ما ضریب تمرکز تنش داریم و یه ضریب شدت تنش که ضریب شدت تنش در مورد ترک مطرح میشه یه بحث مکانیک شکستی پارامتر بسیار مهمی برای توصیف میدان تنش اطراف نوک ترک خصوصا در مقاطعی که حالت الاستیک خطی وجود داره هستش ولی ضریب تمرکز تنش که اینجا صحبت میکنیم یه ضریبی که آشفتگی یا تلاطم تنش رو در جایی نشون میده که ما تغییر سطح مختر داریم و بحث دیفکت و نقص و ترک در جسم نداریم بحث حالت الاستیک و الاستیک پلاستیک رو دنبال میکنیم اول از همه من معرفی اندیس کنم ام وای تی ماکسیموم لنگر الاستیک یا لنگر خمشی شروع پلاستیک یا تسلیم هستش ام میشه لنگری که به ازای اون تنش در کلیه مخته جسم حالت پلاستیک داره مادامی که گشتاور شما از گشتاور هموای کوچیک‌تر باشه حالت الاستیک برقراره توضیح تنشان ملازمی فرمایید رابطه خطیه تا جایی که من گشتاور زیاد میکنم اولین نقطه یعنی نقاط بیرونی به تنش تسلیم برسم سیگما این ماکس هم که اولی نقطه است طبیعتا میرسه به تنش تسلیم بس اگر ام هم مساوی ام وای باشه تنش هم میرسه به حالت تنش تسلیم نمودار تنش کرنش یه ماده الاسیک پلاستیک ایدئال حالا من اگر این گشتاور خمشی رو هی بیشتر کنم از ام وای میبینید نقاط بیشتری درگیر میشن از نظر پلاستیسیته این نقاط بیشتر میشن از سطح خارجی هی بیشتر و بیشتر ولی کما کام یه هسته الاستیک داریم گفتیم دیرترین جاهایی که همیشه به تسلیم میرسه نقاط داخلی یا های داخلی هم هسته الاستیک ما در کوپل پیچشی داشتیم هم در کوپل خمشی بلاز میفرمه چون بیشترین تنش ها در رینگ های بیرونی اتفاق میفته هنوز هسته الاستیک داریم روی وای داریم اینجا تا زمانی که کلیه تنشان. یعنی هسته الاستیک کاملا از بین بره تمام تنش پلاستیک بشه امی که به ازای اون این توزیع تنش اتفاق میفته میشه ام پلاستیک میبینید که تماما تنش, تنش تنش تسلیمه یه نکته ای را من یا عرض کنم البته تو اسلاید بعدی هم عرض میشه این حالت زمانی اتفاق میفته که تار خونسا دقیقا سطح رو به مساحت سطح مقدار رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه چون نیروی قسمت بالا فشاریه نیروی قسمت پایینی کششیه نیرو از دو طرف یکسان باشه سیگما اف ایکس اف فشاری به اضافه اف کششی باید بشه صفر طبیعتا خب بس نیروها باید یکسان باشه وقتی نیرو هست تنش در مساحت چون تنش جفتش تنش تسلیمه بس باید مساحت هم یکسان بشه پس اینو دقت کنید در این حالت تار خونسات میاد کجا جایی که مساحت دقیقا به دو تا قسمت مساوی تقسیم بشه برای مقطع مستطیلی دقت کنی. ام وای هست دو سوم بی سی دو سیگما وای که ام رو بر حسب ام وای میتونید توصیف کنید عینا همین روابط رو ما برای کوپل پیش شم داشتیم که سه دوم م وای در یک منهای یک سوم ایرگ وای به تمام تقسیم سی دو ایرگ وای چیه فاصله تار خونسا تا قسمت بالایی هسته الاستیکه بعدیه که هرچی چی کوچکتر وای کوچیک‌تر یعنی محدود الاستیک کوچیک‌تر نقاط بیشتری پلاستیسیته میشن و ایگرگ وای مساوی صفر یعنی عمل حالت تمام پلاستیک که اون وقت امت میشه می ام پی که میشه 3 دوم ام وی برای مقطع مستطیلی ما برای اینکه اینها توصیف بهتری از ارتباط بین ام پی ام وی و تنش تسلیم داشته باشیم یه سری پارامترهایی رو کتاب معرفی کرده به عنوان به شکل مقطع کا مدول مقطع الاستیک صحبت کردیم و مدول مقطع پلاستیک اولا که ام پی از کا زد در ام کا همون نسبت ام به ام وای هستش زد نسبت ام به ترش تسلیمه که مدل مقطع پلاستیک اسمش رو گذاشتیم ام وای هست اس تقسیم سیگمای وای یا همون اس مساوی ام وای به سیگما اونجا نسبت آیسیوم داشته این خاطرتون باشه هر جفتش درسته همونصره وی ام به ام که به عبارتی هست زد سیگما ی تقسیم بر اس که مساوی Z اسم حالا برای مقطع مستطیلی زد مساوی است با ام پی چطور به دست میاد زمانی که تماما تنش تسلیمه کوپل پشمش نشیت تنش تسلیم چه زمانی به دست میاد میاد من نصف نیروی بالایی رو به عبارت فاصله دوتا نیروی فشاری و نیروی کششی در قسمت بالا و پایین رو ضرب در مقدار نیرو کنم مقدار نیرو که بدیهی است مساحت یعنی بی سی ضرب در سیگما ای وای فاصله بین دو نیرو میشه B ضرب در C به توان دو ضرب در تنش تسلیم تقسیم بر تنش تسلیم میشه بی سی دو که میشه یک چهارم بی به توان دو چون سی هست اچ دوم به تمام دوباره میشه اچ دو تقسیم بر چهار اس میشه یک شیشان بی اچ دو که در اسلاید قبل حساب کردیم بنابراین کا یه به شکل مخته مستطیلی میشه زد تقسیم بر اس که میشه سه دوم که در اسلاید قبل هم معرفی کردیم که همون ام پی سه دوم ام وای هست که این کا همون رو دوباره بازگو میکنه به بیان دیگه وقتی رفتار کاملا پلاستیک باشه صحبت کردیم همیشه سطح مقطع یا تار خنسا در ناحیه‌ای قرار می‌گیره که سطحت به لازم مساحتی یکی باشه یعنی A1 دقیقه مساوی A2 به خاطر چی به خاطر اینکه آر 1 باید مساوی آر 2 باشه آر 1 هست A1 ضرب در سیگما ای وای 2 مساوی A2 ضرب در سیگما ای وای سیگما با سیگما ای ساده میشه A1 مساوی A2 میشه MP هم که بعدیه مساوی با آر 1 ضرب در دی آر 1 چی هستش A دوم که همون A1 ای یا A2 تنش تسلیم مساحت زب تنش میشه از جنس نیرو بس در نظر بگیرید یک بار دیگه یادآوری میکنم مرکز یا به بگم صفحه خونسا یا تار خونسا همیشه سطح مقطع یک جسم تحت تنش کامل پلاستیک رو همیشه به دو تا قسمت مساوی از نظر مساحت تقسیم میکنه الزامن از مرکز سطح نمیگذره این نکته بسیار بسیار مهمی هستش اما تحلیل بارگذاری محوری در صفحه تقارن وقتی که بار خارج از مرکز تقارن باشه چه کار باید بکنیم خب اینم خیلی راحته شما یه بارگذاری دارید به صورت فشاری تفکیکش میکنید این رو به صورت فشاری اعمال میکنید یعنی میارید تو مرکز سطح یه بارگذاری فشاری دارید کوپل خمیشه معادل اون رو هم میارید این میشه اثر فقط صرفا بار نرمال این میشه اثر کوپلی که شما وقتی انتقال میدید به مرکز سطح به صورت ام وای آیوم هستش اینها رو اگه با هم ترکیب کنی از روش جمع ساری همچین توضیح برای تنش در میاد که میشه پی منهای من اثر بار مرکزی و اثر بار خمشی یا کوپل خمشی جفتشون تنش نرمال در یه جهت ایجاد میکنن این رو حالا تو مثال های مختلف هم خواهید دید خب بحث خمش نامتقارن رو ما در یه حالت خاص و ساده برای شروع تدریس میکنیم اما یه مثال در حالتی که سطح مختم نامتقارن باشه صحبت میکنیم اول از همه دقت کنید این سطح مختم کماکان تقارن داره صفحه تقارن داره ملازم به محور ایرگش یک محور تقارنه خب بس اون پیچی دیگه مد نظر وجود نداره اما یه پیچی دیگه وجود داره اونم اینه که کوپل خمشین در صفحه ایکس وای دیگه وارد نشده برای خوش در یه صفحه دیگه با یه زاویه تتا وارد شده خب طبیعتا این دو تا معلفه داره میبینید که در یه صفحه غیر تقارن وارد شده کوپل خمشی اینو با تجزیهش کنیم یه ام زد ام وای خب طبیعتا بر اساس علامت های مختلف کشش فشاری که شما میتونید سنس کنید از ها علامت های مثبت منفی اینها در نهایت با هم جمع میشن ببینید ام زد تقسیم بر آی مختصه وای حالا اینجا ام وای تقسیم بر آی وای مختصه زد این میشه فرمول کلی تابع تنش پس این رو به خاطر بسپارید اینجا من برای باز تفهیم بهتر اثر هر کدوم رو جداگونه نوشتم در صفحه ای که فقط ام هست در صفحه ای که فقط ام هر جفتشون از اون روابطی که در اسلاید قبل صحبت کردیم تبعیت میکنن ما میتونیم معادله تار خونسا رو تعیین کنیم یعنی من بگم محور خونسای من چه راستایی مثلا با محور زد میسازه خب من تنش کلی که معادله رو نوشتم اگه مساوی صفر قرار بدم یه رابطه این تیپی به دست میارم Y مساوی آی Z به آی وای ضرب در تانجانت تتا ضرب در زد باز تکرار میکنم این منفی و من مثبت بودن نسبت به هر نقطه متفاوت مثلا تو این نقطه برای M Y فشاریه برای M Z فشاریه برای این رو برای این رو مثلا یه علامت دیگه بس مثبت منفی رو حواستون باشه چطور کنترل کنی ولی کلیت کار ایگرگ از این رابطه به دست میاد حالا هر چی آی ایگرگ بزرگتر از آی زدت باشه اون وقت فیت کوچیکتر از تتاه طبیعتا ام داره به سمت محور زد کشیده میشه و برعکس وقتی آی زدت بیشتر از آیه واید بشه محور تار به سمت محور ایگرگ تمایل داره که کشیده بشه فی یعنی دوست داره بیشتر از تتا بشه پس این رو هم در نظر بگیرید بحث خمشی نامتقارن رو دوباره ترکیب میکنیم با حالتی که هم کوپل خمشی به صورت متقاره یا در یک صفحه فقط نیست در دو صفحه وارد میشه یعنی هم ام ایکس داریم هم ام داریم هم ام داریم و همین که یک بار کششی یا محوری هم داریم به این صورت که من فرض کنم یه بار پی دارم در این سطح مقطعی که یک صفحه تقارن داره اعمال میشه در این فاصله به فاصله A از محور وای و به فاصله B از محور زد خب بدیهیه که اگه من رو بخوام به نقطه C منتقل کنم یه MV خواهم داشت که مساوی خواهد بود با P در A بازو ور و یه MZ خواهد داشت که برابر خواهد بود P زب در B خب طبیعتا یه MV دارم یه MZ دارم یه پی دارم که دقیقا داره رو صفحه تقارن اثر بکنه خب جسمم همگن رو مرکز سختشون واقع میشه تار طبیعتاً طبیعتا میتونم از این فرمول استفاده کنم اینکه از فصل اول داشتیم پی تقسیم بر این دوتا هم دقیقا نکاتی بود که در این فصل ملاحظه فرمودید حالا اگه من بخوام مختصات تار خونساش رو تعیین کنم کافیه سیگما ایکس رو بذارم صفر از اینجا یه معادله به حسب زد در صفحه زد تعریف میشه که همون معادله تار خونسا یا محور خونسا خواهد اما نکته بعدی تحلیل خمش های خمیده هستش خب ما یه سری های خمیده داریم که به صورت دیفالت مثلا شوهای آر داره. که کردیم نمونهش همون قلاب هستش این بعد از اینکه تحت کوپل خمشی قرار میگیره طبیعتاً یه شای پریم پیدا میکنه نکته اول اینکه دقت کنید به فواصل و علایمی که در شکل دادیم آر یا آر بزرگ داریم یا آر کوچیک داریم یه ایگرک سی که میشه مرکز انحنای اولیه سی پریم مرکز انحنا پس از اعمال کوپل خمشی ام آر بزرگ چی نشون میده آر بزرگ فاصله مرکز انحنا تا تار خونسا پس آر بزرگ میشه فاصله مرکز انحنا تا تار خونسا نکته دوم این که تار خونسا بر مرکز سطح این جسم منطبق نیست با اینکه جسم متقارنه با اینکه همگنه ولی به خاطر خم اولیه که داره دیگه تار خونسا بر مرکز سطح هندسیش منطبق نیست به صلاح همون انحرافش هم یه عبارتی تحت عنوان ای هستش کالوس تو اسلاید بعد هم عرض خواهم پس آره بزرگ شد فاصله مرکز انحنا تا تار خونسا آر کوچیک شد فاصله مرکز انحنا تا هر نقطه از مقطعی که مد نظرتونه ایگرگ هم دقیقا همینه آر بزرگ های آر همون مختصه ارزی هستش که یعنی نشون میده حالا من برم سراغ معرفی پارامتر اول که آر بزرگ از این رابطه به دست میاد A تقسیم بر A ای به آر چطور به دست میاد تئوری الاستیسیته وارد فاز درایو این معادله نمیشه معادلش یه مقدار پیچیده ولی برای یه سری از موارد خاص سطح مقطعی خاص مثلا بیزوی و مثلثی اینا توی کتاب هیبلر یک اشاراتی کردی که من اون رو هم جهت یادآوری خدمتتون عرض می‌کنم. آر بزرگ مشخصه عرض کردیم فاصله مرکز انحنا تا سطح یا تار خنثا آربار چیه؟ آربار فاصله مرکز سطح هندسی مقطع نسبت به مرکز انحناس ببینید اشتباه نکنید چون مرکز سطح هندسی بر تار منطبق نیست یه اختلاف بینشون وجود داره این اختلاف رو با اینشون میدیم هم بحث خروج از مرکزیه که از اختلاف آربار منهای آر بزرگ این نکته اصلی خمیش اصفار خمیده همینه که شما این رو تفکیک کنید بس برای بار دوم عرض میکنم یک برج از مرکزیت یا انحرافی داریم به واسطه اینکه در اعضای خمیده ما تار خونسامون بر مرکز سطح هندسی مقطع منطبق نیست یه پارامتری به عنوان آربار معرفی میکنیم فاصله مرکز انحنا تا مرکز سطح هندسی مقطع یا آر بزرگی رو معرفی میکنیم به عنوان فاصله تار خونسا تا مرکز انحنا اختلاف اینها میشه همون ای فرمول تنش ها از این رابطه به دست میاد که این رابطه رابطه کاملا دقیق است و به صورت تا حد تحلیلی هستش که از همون رابطه الاستیک و الاستیسیته نتیجه شده ام ضرب در آر منهای آر تقسیم بر ای ای آر ببین یه سری پارامتر تعیین بشه مشخص ام کوپل پیچشی آر فاصله از هر مقطعی که شما تنش میخواد اون رو حساب کنید از مرکز انحنا آر بزرگ که عرض فاصله تار خونسا تا مرکز انحنا A مساحت مقطع ای اختلاف آر بار منهای آر و آر کوچک هم که دوباره همون فاصله ای هستش که شما تنش رو میخواد برای یه سری مقاطع ملاحظه میفرمایید این انتگرال به این صورت تعیین شده که از اون میتونید برای تعیین آر استفاده کنید مقطع مثلثی مستطیلی دایروی بیزوی فقط دقت کنید نسبت به کدوم بعد این فاصل سنجیده شده این رو تو ابعادتون دقیقا معادل سازی بکنید برای مثلث در راستای قاعده سنجیده شده پس این رو در نظر داشته مثلث ساقین هستش اما قسمت آخر آموزشی برمیگرده به بحث تواب تکین تواب استثنایی خب تو ریاضیات مقدمات قطعا این رو مطالعه کردی تواب تکین کارش اینه که یعنی یک پارچه سازی انجام بدن برای توصیف یه تابه در اطراف یه ناپیوستگی در اطراف یک پله خب این رو ما تو استاتیک یه اشارات کوتاهی کردیم گفتیم تواب تکین کلا کارشون توصیف کردن یه تابه است یه دستگاهی هستش که ما اسمش اصطلاحا میگیم براکت براکت x منهای a به توان n وقتی داخل براکت مثبت باشه تبدیل میشه به پرانتز برای وقتی x بزرگتر مساوی a باشه میشه x منهای a به توان n برای n های بزرگتر مساوی صفر ما بیشتر کاران برای n های بزرگتر مساوی صفر برای n های منفی هم وجود داره ولی اگرم بخوام مطالعه کنم من پیشنهاد میکنم کتاب کرایگ رو مطالعه کنید تو این زمینه مثالای خوبی هم گفته ولی خیلی استفاده نمیشه پس عرض میکنم یک بار دیگه براکت x من های a به توان n مساوی است با x من های a به توان n اگر x بزرگتر مساوی a باشه و مساوی 0 وقتی x کوچکتر از a باشه بس داخل براکت منفی شد بذار صفر مثبت شد تبدیل کن به پرانتز میبینی برای n مساوی صفر برای x کوچکتر از a طبیعتا منفیه بس این صفر برای x بزرگتر از 0 تبدیل میشه به پرانتز پرانتز x من های a به توان 0 هم که یک برای هر مقدار x و سایر مرتبه های بالا میتونید این رو تعیین کنه این برای توصیف نیروی برشی ببینید اگه خاطرتون باشه ما تو استاتیک هم میدونستیم هم تابع نیروی برشی هم تابع خود نیروی گسترده مثلا تابه گشتاور خمیشی نسبت به مختصهای محلی تیر یه تابع چند زابطه ای بود یعنی تابه یه پارچه نبود این تو انتگرال گیری ایجاد شرط مرزی یه مقدار وحگیر بود یه مقدار سخت میکرد کار و یه سری روابط رو انگار مجبور بودی دوباره تکرار کنی تا تکین دقیقا میاد این توابع چند ضابطه رو یه پارچش میکنه میگه شما با یه عبارت بیان کن از این قاعده پیروی کن ولی شرط اولیت رو رعایت کن حالا به لازم کلی خب اینی که بدیهیه به انتگرالی هم این فرمول برای انتگرال توابع تکین و مشتق توابع تکین صدق میکنه تقریبا مشابه همون روابط معمولی هستش که در نظر داریم ما رو سعی میکنیم با یه مثال این روابط رو خدمتتون بیشتر توضیح بدیم